معتقدم ما نمیتونیم بگیم که عملکرد همه دولت‌های بعد از انقلاب اینا همه بد بوده و این همه این دولت‌ها ناکارآمد بودن، چون باید ما به شرایط توجه بکنیم، شرایطی که برای این دولت‌ها تحمیل شده. ببینید چون همه چیز دست دولت‌ها نبوده، ما خب از اول انقلاب یه کارهایی کردیم که عرض کنم که اینها دست دولت‌ها نبوده، حتی شاید دولت‌ها هم مخالف بودن، ولی انجام شده به دنبالش تبعاتی برای کشور داشته، دولت‌ها هم بعد این تبعات رو تحمل می‌کردن. مثل فرض کنید که تسخیر سفارت آمریکا، خب این عرض کنم که ربطی به دولت‌ها نداره، خب یه کاری شده از اون طرف هم خب آمریکا هم فشار میاره و تحریم‌هایی برای ما ایجاد کرده و خب دولت‌ها باید اینا رو تحمل کنن دیگه. رگه‌هایی از ناکارآمدی در هر دولتی بوده، این رو شما میپذیرید؟ بله، این که ما خیلی بهتر از اینها میتوانستیم عمل بکنیم و الان ایران در یه جایگاه بهتری میتوانست قرار بگیره، حتما درسته. برای اینکه اصلا اون نظام تشکیل دولت در کشور ما خیلی نظام عرض کنم که معقولی نیست. بالاخره ما احزاب قوی نداریم که اینها اتاق فکر باشند و کادرهایی رو برای اداره کشور آماده کرده باشند که اینها مثلا وقتی قدرت رو به دست میگیرن هر پستی رو به لایق‌ترین شخص واگذار بکنن. خب شما حساب میکنید مثلا یه وقتی یه دولتی روی کار میاد، یه کسی به عنوان رئیس جمهور رأی میاره، اون چه که عرض کنم که سمت‌ها رو یعنی افراد رو برای سمت‌های مختلف انتخاب میکنه، تعیین میکنه، عرض کنم که همین بیشتر روابط شخصی و گروهی و جناحی است، یعنی همینطور عرض کنم که افراد به همدیگه میگن، این به این او رو معرفی میکنه، یکی دیگه کس دیگر رو معرفی میکنه، همینطور رو روابطی که وجود داره و اینا رو بررسی میکنن و بله و تازه معمولا دست رئیس جمهور هم باز نیست که هر کسی رو که خودش خواست انتخاب بکنه و نهادهایی هستن که اونها هم دخالت میکنن و به هر حال این باعث میشه که لزوماً شایسته ترین افراد انتخاب نمیشن و خود این باعث شده که بالاخره این در پیشرفت کشور به اصطلاح مانع ایجاد میکنه. من معتقدم که عوامل ناکارآمدی بیشتر دخالت از خودم که سازمان ها و نهادهای مختلف در کار یکدیگره و دخالت اونها در کار دولت هست. ببینید مثلا دولت باید در زمینه اقتصاد آمد باشه، در زمینه سیاست خارجی باید کار آمد باشه، در زمینه فرهنگ باید کار آمد باشه، ولی در هر سه زمینه شما می‌بینید ما یه نهادهایی داریم که دائم تو کار دولت دخالت میکنن و فقط دولت نیست که به عنوان مجری به اصطلاح
عمل میکنه. علت شاید علت اصلی ناکارآمدی همین است که مثلا رئیس جمهور اجازه دخالت به اینها میده، اجازه دخالت به اینها میده و خود به خود از قدرت خودش و از کارآمدی خودش کاسته میشه. الان شما در هر حوزه‌ای که نگاه میکنید فرض کنید در حوزه مثلا اقتصاد، مثلا می‌بینیم که یک کارخونه، یک پالایشگاهی مثلا به وسیله مثلا قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه افتتاح میشه، یا میگن این کار کار سپاه بوده، کار چی؟ در حالی که همه اینا باید تحت نظر دولت باشه. یعنی حالا ممکنه نیروهای نظامی بخون در یه جایی امکاناتی داشته باشن کمک میکنن، ولی اینکه تحت امر یک جامعه دولت باشن، بله، متمرکز در دولت باید باشن. اگر مسکن میخوان بسازن و تحت نظر وزارت از کنم که راه و شهرسازی باشن، عرض کنم اگر عرض کنم که میخوان پالایشگاه بسازن، پالایشگاه افتتاح بکنن، باید زیر نظر وزارت نفت باشه، نه اینکه اینها در عرض دولت مثلا یک کارهایی انجام میدن. خب عرض کنم که یا در فرض کنید که حوزه بهداشت، خب مثلا ما این ستاد اجرایی فرمان امام حسین اومده وارد ساختن واکسن شده، خب این عیب نداره به کمک، ولی اینها باید زیر مجموعه وزارت بهداشت باشن. اصلا نباید اینکه مثلا متولی کار مثلا ستاد اجرایی باشه معنی نداره. اینها در واقع حاکمیت دوگانه رو تداعی میکنه و اینکه مثلا یک مجتمع مسکونی افتتاح میشه و یه فرد نظامی میره افتتاح میکنه، اصلا این اقتدار دولت رو از بین میبره. یا مثلا در زمینه سیاست خارجی، خب سیاست خارجی باید کاملا تحت نظر وزارت خارجه و رئیس جمهور باشه. اینکه مثلا فرض کنید که آقای بشار اسد وارد ایران میشه ولی آقای ظریف اصلا خبر نداره، خب این از واقعا از کارآمدی و اقتدار دولت میکاهه. این اینها یعنی قابل قبول نیست. یا فرض کنید که میخوان مثلا یه موشکی رو آزمایش کنن یا پرتاب کنن، خب این که به هر حال آثار سیاسی داره، یعنی در شرایط بگونه ایست که این آثار سیاسی داره، مثلا چند روز بعد از توافق برجامه، خب اینو باید به اطلاع رئیس جمهور برسونن، این باید مطلع باشه رئیس جمهور این کار بشود نشود. خب اینا خودشون هم تو مستقیم انجام میدن و بعد هم میگن ما از یه جای دیگه دستور میگیریم، این اشتباهه. اتفاقا شما نباید، شما در کارهایی که مرتبط با سیاست خارجی است شما باید هماهنگ باشید با دولت، نمیتونید بگید ما از یه جای دیگه دستور میگیریم. شما فقط تو میدان جنگ از یه جای دیگه دستور میگیرید، فقط در میدان جنگ شما بله از فرمانده کل قوا دستور میگیرید، ولی در بقیه موارد که ارتباط با سیاست خارجی کشور یا ارتباط با اقتصاد کشور داره، شما باید از دولت دستور بگیرید. اینا یه مشکلیه که باید حل بشه. اینا
نه ساختاری نیست، یه مقداری به نظر من رئیس جمهور در واقع عقب نشینی کرده تا به اینجا رسیدیم، و الا میتونه جلو این چیزا رو بگیره. این ساختاری نیست. هر کشوری اگر نیروی نظامیشو رها کنن همین کارا رو میکنن، تا اجازه بهش اجازه نمیدن که اینقدر وارد سیاست بشه، و دولت در واقع نباید اجازه بده که اینها در کارش دخالت بکنن. اینا دیگه بستگی به شخصیت رئیس جمهور داره به نظر من. این باید خودش جلوگیری بکنه. نمیتونیم بگیم حالا ساختار خرابه، نه ساختار همینه دیگه، ساختار همینه. بالاخره باید مراقبت بشه که سازمان ها و نهادها و افراد در کار هم دیگه دخالت نکنن. یعنی اصلا مثلا شما ما اخبار خود رو گوش میدیم، آدم گاهی واقعا خندش میگیره. یه نظامی میاد راجع به واکسن صحبت میکنه، نمیدونم یکی راجع به ساخت مسکن صحبت میکنه، یکی راجع به ساخت پالایشگاه صحبت میکنه، نمیدونم یه فرمانده نظامی میاد راجع به برجام حرف میزنه، نظر میده این باید باشه نباشه. و عرض کنم اونجایی که مثلا دولت باید باشه نیست. اینا خب به نظر من جالب نیست. خب علتش اینه که از ابتدا دولت عقب نشینی کرده تا حالا به اینجا رسیده. حالا به هر حال اینا باید اصلاح بشه دیگه. سفارت رو که شما اشاره کردید، گفتید که عده دیگه یه کار میکنن، طبعاتش در واقع دامنگیر دولت هست. درسته. بله. خب حالا ببینید، مثلا برای حالا اون ماهای اول انقلاب میشه چیزایی رو توجیه کرد که حالا طبیعت انقلاب بوده که یه بی‌نظمی هایی وجود داشته، ولی بعد از اون دیگه قابل قبول نیست. دیگه بعد از اون مثلا نمیشه ما بگیم حمله به سفارت انگلیس هم اینم دیگه طبیعت انقلابه، یا حمله به سفارت عربستان و آتش زدن کنسولگری عربستان در مشهد هم اینم طبیعت انقلابه. اینا دیگه بی‌عرضگی دولته که خود دولت هم میدونه که نیروی انتظامی تو این موارد کمک کرد به اینها، یعنی مقاومتی نکرد و یه کار حساب شده تنظیم برنامه‌ریزی شده ای بود. خب باید دنبال کنه اینو، باید اینو دنبال کنه، اجازه نده این کارا اتفاق بیفته. عرض کنم که به هر حال اختیارات رئیس جمهور از من کم نیست، اینا بهانه است. برای اینا همه برمیگرده به اینکه یک رئیس جمهور در واقع به وظایفش به درستی عمل بکنه، اقتدار خودش رو نشون بده، اجازه دخالت به سایر نهادها نده، با مردم صحبت کنه. اینا به نظر من قابل حله، قابل حله. فکر میکنید ضعف قانونی ما در این زمینه نداریم؟ ما گفتید که ساختار در واقع مشکلی نداره، و بیشتر شما اون اقتدار رئیس جمهور رو اقتدار رئیس جمهور، و اینکه همه یک فهم مشترکی از برخی اصول قانون اساسی داشته باشیم. ضمن اینکه خب واقعا به شما نگهبان ما توصیه میکنیم اینقدر نگران نباشن که به کسی که میخواد کاندیدای رئیس جمهوری یا صدر جمهوری بشه، این باید مثلا کاملا مطابق میل اونها باشه، یا مثلا یه فردی باشه که حتما باید مطیع کامل باشه و هیچ جا عرض کنم از خودش نظر نداشته باشه. خب این فایده نداره، اینجور افراد به درد ریاست جمهوری نمیخوره. اجازه بدن که خود مردم انتخاب بکنن. همین که اون
صلاحیت های عمومی وجود داشت کافیه، همین که کسی تجربه کافی رو داشته باشه، سابقه لازم رو داشته باشه، فساد مالی مهمی نداشته باشه، فساد اخلاقی مهمی نداشته باشه، اینا رو تایید کنن و بقیه رو به عهده مردم بذارن، نه اینکه مثلا 90% انتخاب رو خودشون انجام میدن بعد میگن حالا شما از این 3-4 نفر که همشون هم شبیه همن بیاید انتخاب کنید. خب اینجوری مردم هم خیلی شرکت نمی کنن.